بارز سلام وقت خسته نباشید خدمت بینندگان محترم من پدرام رافی هستم با بررسی گزارش های این هفته بازار فورکس هفته جدید همراه با انتشار آمار اقتصادی انبوهی از اقسانوات جهان بوده که سبب افزایش نرخ نوسانات و سطح فعالیت های جفت‌های جفت ارزی متعددی خواهد گردید با توجه به این امر تنها به بررسی مهمترین آمار موجود در نوار خبری این هفته میپردازیم و به دلیل کمرنگ بودن پیش زمینه خبری دوشنبه از بررسی آمار روز سهشنبه شروع میکنیم همراه با آغاز جلسات معاملاتی اقیانوس آرام در طول این روز با انتشار پروتکل نشست سران بانک مرکزی استرالیا به منظور تنظیم سیاست‌گذاری‌های مالی و وامی این کشور روبرو خواهیم شد. با توجه به درجه اهمیت قابل ملاحظه این گزارش با احتمال افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا در پی انتشار این گزارش مطبوعاتی مواجه می باشیم. در طی اجرای جلسات معاملاتی آمریکا در طول روز سهشنبه نشر آمار مربوط به تغییرات حجم فروش مسکن در سطح بازار ثانوی ایالات متحده را شاهد خواهیم شد با در نظرگیری این شاخص به عنوان یکی از ابزارهای مهم ارزیابی شرایط و قوت بازار جاری فروش مسکن لازم به ذکر است که در صورت افزونتر رقم خوردن داده‌های در پیش رو از آمار تخمین یافته این شاخص تحکیمیابی های دلار ایالات متحده بسیار مبرم جلوه خواهد نمود و اما جلسات معاملاتی آمریکا در روز چهارشنبه با نشر دادههای شاخص پایهای سفارشات کالای با دوام از ایالات متحده همراه خواهند بود همار خاطر نشان هم که تثبیت ادامه یابی رشد فعلی سطح این شاخص در طی انتشار آماری آتی با ابراز تاثیراتی مثبت بر تحرکات نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده همراه خواهد بود در ادامه همین جلسات معاملاتی با انتشار آمار مربوط به تغییرات کمی در خواستنامه های دریافت بیمه بیکاری در سطح این کشور نیز مواجه خواهیم شد با توجه به سطح پایین داده های ما قبل این شاخص تغییرات آتی آمار مربوطه با ابراز تاثیرات چندانی بر نرخ دلار این کشور همراه نخواهند بود. کمی دیرتر و در طی اجرای همین جلسات معاملاتی داده های مربوط به تغییرات حجم ذخایر نفتی ایالات متحده به عرض خواهند رسید. ادامه روند افزایشی سطح شاخص مورد نظر منجر به کاهش سطح نرخ‌گذاری های طلای سیاه خواهد گردید. جلسات معاملاتی روز چهارشنبه همراه با انتشار گزارش مربوط به تنظیم پروتکل نشست سران کمیته فدرال بازار آزاد ایالات متحده اتمام خواهد یافت و همچنین لازم به ذکر است که در طی به عرض رسیدن این گزارش با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده برخورد خواهیم نمود. همراه با آغاز جلسات معاملاتی اروپا و در طی روز پنجشنبه با انتشار آمار سه سال تولیدات ناخالص داخلی آلمان روبرو خواهیم شد. با توجه به نمادینه بودن این شاخص به عنوان یکی از عوامل مهم سنجش سلامت اقتصادی کشور، افزایش به نوسانات ارزی یورو اتحادیه اروپا در طی نشر این داده بسیار افزون جلوه می نمت. و کمی دیرتر داده های ماه نوامبر شاخص کسب و کار حوزه تولیداتی آلمان نیز به عرضه خواهد رسید که همواره با افزایش سطح فعالیت های واحد ارزی یگانه اروپا همراه خواهد بود. جلسات معاملات آمریکا در طول این روز همراه با انتشار آمار ماه سپتامبر شاخص پایه‌ای خرده‌فروشی از کانادا اسمام خواهند یافت. و با توجه به نمادینه بودن این شاخص به عنوان یکی از مهمترین عوامل سنجش چگونگی تغییرات سطح مخارج مصرف کنندگان در صورت ادامه یابی افت‌های اخیر در تنه در پیش روی این شاخص با تضعیف ارزی دلار کانادا روبرو خواهیم شد. در طی اجرای جلسات معاملاتی روز جمعه اروپا نشر آمار مربوط به شاخص شرایط حوزه کسب و کار آلمان را شاهد خواهیم شد. همراه خاطر نشانم هم که شاخص مربوطه نمانگر چگونگی نرخ تغییرات در شرایط کسب و کار و تمایلات بازرگانان بوده که در صورت افزایش بیشتر سبب تحکیمیابی نرخگذاری های یورو خواهد گردید. و همراه با اتمام گزارش های این هفته و با توجه به غنی بودن پیش زمینه خبری با احتمال افزایش نرخ نوسانات یورو، دلار استرالیا، کانادا و ایالات متحده روبرو باشیم. با آرزوی بهترین ها و به امید دیدار تا هفته دیگر.